تو به بحث اخلاق اشاره کردین، حالا یه مقدار وارد بحث ژنتیک بشین. خب ما با یه سری کارهای مواجه هستیم، خب بحث شبیه سازی انسان، شبیه سازی حیوانات هست، حیوانات منقرض شده هست، شبیه سازی اندام بدن هست. چقدر بحث اخلاق توی حوزه ژنتیک اهمیت داره؟ بسیار. اولا جز افتخارات بنده همون حدود 35-36 سال پیش، اول که به عنوان کارشناس سازمان جهانی بهداشت در رشته ژنتیک انتخاب شدم، من بیوگرافیم دادم خدمتتون رسیده، بعد به عنوان عضو کمیته جهانی اخلاق در ژنتیک در ژنو انتخاب شدم. تنها ایرانی بودم اونجا، مسلمان من تنها بودم. بعد گفتم خب چند تا مسلمان دیگه هم بیان خوبه که من اونجا تنها نباشم، ولی من تنها ایرانی بودم که نشستیم یه اصول برای اصول اخلاقی در ژنتیک، اگه اونو خواستی بعدا جداگانه نوشته میدم خدمتتون. علت چم این شد که یک دانشمندی در کره جنوبی آمد ادعا کرد که آمده از یک سلول یک نفر بدون که پدر مادر داشته باشه آمده یک انسان درست کرده و این جنین به زودی به دنیا میاد. البته دروغ بود، همون زمان هم در عرض یک روز حدود 14-15 تا در یک روز با من مصاحبه شد از تلویزیون های مختلف، از چیز. من تو دانشگاه بودم اون زمان که آیا درست یا نه، گفتم نه این اشتباس، یه لاف و گذر بیشتر نیست. ولی سازمان جهانی بهداشت و یونسکو احساس خطر کردن و درست بود. بعد از اون الان ما در مسائل بسیار پیچیده قرار گرفتیم. من به عنوان مثال براشون بگم که شما فکر میکنید که همین هوش مصنوعی که درست کردن چه مسائلی خواهد داشت؟ یه مقاله بسیار مفصلی به زبان انگلیسی من نوشتم، هوش مصنوعی، همین در پزشکی تازه. شما در زمانی خواهد شد که شما با کسی حرف میزنید، اون میتونه تمام پشت فکر شما رو بخونه، نگاه میکنید به کسی، میتونه نگاه شما رو بخونه. خیلی خطرناکه. اصلا چیزی به نام فضای پرایویسی وجود نداره، فضای خصوصی وجود نخواهد داشت. روبوت های خواهند شد که اون روبوت خودش در واقع مدیر بشه، بعد اگه مدیر کار خطا بکنه میبرن تو دادگاهی که قاضیش روبوته. حالا اگه ما میگیم خب خیلی خوبه اون قاضی ربات سفارش پذیر دیگه نیست، تحت تاثیر نه، اونم میتونن طوری برنامه‌ریزیش بکنن که برای بعضی از کارا سفارش پذیر باشه. اون وقت اگه اون قاضی خطا بکنه اونی که بعد دیگه محاکمه بکنه. الان همین رباتی که بره توی فضای پزشکی و ژنتیک، خب یه کارش درست، ولی میخوام بدونم یه جراحیش بر وقتی مریض بیهوشه ربات میتونه جراحیش بکنه، ولی وقتی مریض میاد با پزشک صحبت بکنه آیا نباید این پزشک به چشم مریض نگاه کنه، یه لبخندی بهش بزنه، دستش به گرمی بفشاره، همدردی باش بکنه، سوالات خارج از اینجا صحبت کنه باش، از حافظ از سعدی برای شعری بخونه، روح اینه نوازش بده اول. این کار ربات نمیتونه بکنه. شما بگید یه آهنی روحتون قرار میگیره، اصلا یه کسی بیماری روانی داره، خب این احتیاج به یک روانشناس، روانکاو، یه روانپزشک بسیار مهربان بیاد دست بذاره روی شانه این با گرمی صحبت بکنه. خب ربات چه شکلی میخواد با این ارتباط برقرار کنه؟ شما یه تیکه آهن چه شکلی میخواد با شما همدردی کنه؟ خیلی مسئله خطرناکی است و این میتونه فاجعه‌های بزرگی، همین الان هم این اختلال هایی که به وجود میارن در فضای مجازی و عرض کنم اینجا رو آتیش میزنن، اونجا رو مختل میکنن، حساب های بانکی رو همش هوش مصنوعی دیگه. ما به چه طرف میریم نمیدیم. تنها راهش هم فقط اخلاقه. برعکس علم اگه دست کسی بیاد و اون آدم با اخلاقی نباشه بسیار ویران کننده است. تیغ دادن در کف زنگی مست به که افتد علم را ناکس بده است. چقدر از علم ژنتیک میشه سوء استفاده کرد؟ خب
الان یک سری خانواده ها هستن که برای فرزندشون رنگ مو، رنگ چشم رو انتخاب میکنن، از علم ژنتیک کمک میگیرن که فرزندان انتخابی داشته باشن، یا حالا یک سری آزمایشگاه هستن که میگن ما با آزمایش گذار از روی دی ان ای شما نژاد شما رو تشخیص میدیم، میتونی بیماری هایی که مستعد اطلاعات بهش هستین. چقدر اینها صحت داره؟ اساساً چقدر از علم ژنتیک میشه سوء استفاده کرد؟ خب اگر رعایت اخلاق درش نشه. خب اولا بسیار زیاد، ولی اون که بگم کسی بیاد رنگ چشمش آبی باشه، قدش بلند باشه، این حرفا رو نمیتونه انجام بده. در جانوران چرا؟ در انسان نمیتونه. نمیشه. هم بسیار پیچیده است و از اون مثالایی است که آمدن ابروشو درست کردن، زدن چشمشو گور کردن. ممکنه چشمش فرض کنید ژن روش اثر بزن چشم آبی بشه، ولی مثلا فرض کنید که مثال در 17 سالگی کور میشه. یعنی نمیتونم اون ساید افکتاشو اون جانبی درست کنم. اما اینکه میفهمه آیا میتونن نژادها رو معلوم بکنن؟ بله این کار میشه کرد. چون وای کروموزوم این چیزایی هست که ما هم اتفاقا خود بندم دو سه تا مقاله دارم با یک گروهی در ماکس پلانک، انستیتوی ماکس پلانک نماره برلین که امسال جایزه نوبل گرفتن، با لایپزیگ یک آقای پروفسور آمریکایی بود استانکینگ، من با اونا روی چند تا چیزای آریایی کار کردیم و بله رده های قومیتی رو میشه پیدا کرد. ولی خب تأثیر نمی کنه که من بگم من حالا کرد بودم یا از کم که لور هستم یا آذری هستم، تفاوت ایجاد نمی کنم. ما به صلاح یک مزیت قومیتی برای هیچ کسی قائل نیستیم. اونم چیزی به درد نخوریه. حالا که من $500 بدم که من معلوم که من یک ژنم در مثلا فرض کنید در 4000 سال پیش برمیگشته به قوم ماد، چه تأثیر میکنه؟ اصلا کار خنده داره. اما اینکه دو کار دیگه میمونه، یکی اینکه بیان از روی دی ان ای معلوم بکنن که این چه مهارت هایی میتونه داشته باشه. یعنی بچه رو از اون اول بگن خلق ما معلوم میکنیم که این بچه میتونه چه مهارتایی پیدا بکنه، بزنین بره در علوم مثلا انسانی کار بکنه، بره در علوم تجربه کار بکنه. این کار شدنی است. بعد البته حالا به اضافه منهای 10-20% هم ممکنه خطاهایی توش باشه، ولی این کار شدنی است. به نحوی دیگری هم در همه جای دنیا کار میکنن. شما اگر میبینید مثلا مدیران بسیار خوبی انتخاب میکنن، اون مدیر رو از مثلا فرض کنید از دبستان دبیرستان میگن این نخبه است، اینو دنبالش میکنن تا بعدم بیاد بیرون. قبلا بود، البته الان دیگه اونم از دست حکومت بیرون رفته. حالا شما فکر کنید، من گفتم سیاسی نیستم ولی میخوام مثال بزنم. شما فکر کنید آقای ترامپ اینوره از اینوره پشتمون افتاده بود، این آقای بایدن از اون بر پشتون رفته، پس اونم الان کاری نمیتونن بکنن چون مسائل حزبی و جنایی برشون مهم. اما یه کار بسیار مهمی دیگه وجود داره. تا مثلا فرض کنید 200 سال پیش شما رو می‌خواستن بیماریتون رو معلوم بکنن، مثلا میامن نگاه میکنن که دست شما ارتعاش داره یا نداره، دستتون خیس میشه عرق میکنه یا نه، سرد یا گرمه، میخواید بشینید چجوری میشینید، چشمتون رو نگاه میکردن، میگفتن زبون تو بیرون بیار، بار داره نداره، اینجا درد میکنه. همین معاینات بالینی بود. از حدود 120 سال پیش اولین آزمایش راجع به قند خون رو اون آقای دکتر بست، بعدم یه آلمانی، دکتر بست انگلیسی بود، آلمانیه یادم نیست اسمش چی بود، اینا آمدن رو ادرار رو مزه کردن، گفتن این توش قند داره و بیماری قند رو پیدا کردن و تونستن با آزمایش الان قند خون و تمام اینا که میدونن انجام میدن. یواش یواش این آزمایش‌ها زیاد شد. الان 600-700 نوع آزمایش سرولوژی داریم. آنزیم‌ها و هورمون‌ها و تمام اینا رو الان 600-700 نوع شما توی آزمایش خوب برید، اینا میتونن براتون انجام بدن. درست؟ حدود 7-8-10 سالی که دیگه این آزمایش هم به درد نمیخوره. نه اینکه به درد نخوره، ولی حرف نهایی نیست. الان آزمایش ژنتیکیه. یعنی الان در بعضی از کشورها اگه بخوان تکیه بکنن برای مسئله، میگن در یه خانواده پشت سر هم چندین نفر سرطان داشتن،
حالا یه بچه به دنیا آمد، ما می‌خوایم این سرطان داری یا نداری. البته از یه لحاظ ممکن بگید که خب این کار بدیه، غیر اخلاقی است، ما از الان به این بچه یه انگی می‌زنیم، مهری می‌زنیم رو پیشونیش که این سرطان می‌گیره. اما از طرف دیگه خب بسیاری از این سرطان‌ها و بیماری‌ها، حالا بهش اشاره خواهم کرد، اینا درسته که زمینه ژنتیکی دارن ولی محیط باعث بروز اینا میشه. حالا بهتون خواهم گفت. خب این اگه بفهمی که همه ما، بنده خودم چه بس ژن‌هایی برای سرطان دارم، ژن‌هایی برای اسکم بیماری قلبی، قلب عروقی دارم، ژن‌هایی برای دیابت دارم، اینا الان میشه فهمید. قشنگ معلومه که این بچه چه ژن‌هایی رو آماده مثلا هایی بعد سبک زندگی لایف استایلش چطور بشه. این الان هر آزمایشی میه بچه عقب مانده داره، این که سر داره، اون که نمیتونه راه بره، اون که هر چی میاد اینجا حرف آخر یا هول اکسوم سکونسینگ، هول جینوم سکونسینگ، اینا رو میگن. یه همچین آزمایش رو دی ان ای میشه تمام بیماری تشخیص میده، ژن هاش معلوم میکنن. میگید به چه درد میخوره؟ خب وقتی ژن در مادر معلوم بشه، میام اون ژن در پدرم نگاه میکنم آیا این ژن داره. اگه ژن داشته باشیم و این دو تا ژن ناقل هستن، این میاد به بچه تحویل داده میشه. حالا کار ما این خواهد، وقتی این ژن رو معلوم کردیم، این کار خیلی خیلی دشوار و پیچیده ای، اصلا مثل کارگاهیه، اصلا مثل واقعا یه کار کارگاهی که آدم این ژن رو پیدا کنه. بعد میگن خب حالا میتونه باردار بشه. ببخشید. در دوران بارداری از جنین نمونه بردارن، بگن این جنین اون بیماری داره یا نداره. اگه داشته باشون بیماری رو، اجازه سخت بشون میدن، سخت قانونی. اگر نداشته باشه به دنیا میاد. الان آزمایش این طور شده. به شما عرض میکردم، ببینید در پزشکی و این دستور سازمان جهانی بهداشت، یه پزشک مسئول فقط سلامت فیزیکی شخص نیست، بلکه یک مثلثی سلامت بدن، سلامت روح و رفاه اجتماعی، اصلا خارج از این نیست. من وقتی که مثلا یک کسی هی سخت جنین میکنه، ازش میپرسم هیچ عیبی هم نداره؟ خب این بدبخت اینقدر ناتوانه، غذا نداره درست بخوره، یا مرتبا استرسایی داره که شوهرش بیرون کردن، شوهرش بیکاره، نمیدونم چیکار، این استرس باعث سختش میشه. من واقعا شده برای مریض خودم زنگ زدم 3-4 تا معاملات ملکی واسه خونه پیدا کردم، مریضی که نمیشناختم، بعد دیگه سخت نکرد چون منظر نداشت بره توش. من موظفم که مریض رو از اون زاویه هم نگاه کنم، نه تنها مریض رو، همه مردم. آمدن طرحی به نام ازدیاد جمعیت، صیانت جمعیت و جوانسازی جمعیت پیشنهاد. اولا این تر از نظر خودش، من به عنوان شهروند نگاه میکنم، کلی ایرادات داره. اولا مرتبا دارن میگن که بچه اوله اینقدر میلیون، 1 میلیون بهش میدیم، بچه دوم 2 میلیون بهش میدیم. چی؟ به میلیون نیست. این وارد میشه، اون خرجش تنها نیست. آینده ای که اون پدر فکر میکنه این بچه من بعدش میخواد چیکار میشه حله، اونو باید نگاه کرد. اگر الان ما باعث تاسف ها، بنده خودم این کارو نمیکنم، مخالف اینم، ولی اگه میبینی این همه پزشکایی که قبول شدن، دیروز آقای معاون وزیر شما حتما خوندید، میگه جراحی قلب دیگه داره تو ایران از بین میره. بعد میگه ما کسایی که بیان دوران فلوشی بگذرونن و دوران تخصصی که نیستن، میرسن به پزشکی فوراً ارتباط برقرار میکنن، میرن خارج. شما جلوی اون مسئله رو بگیر که تمام ژن‌های عالی ایران داره از بین میره، دارن میرن از ایران، دانشگاه ها سندگیارشون خالیه. همین امسال چون من این حرف رو دنبال میکنم، همین امسال مثلا فرض کنید که 2 میلیون نفر قبول شدن، 1 میلیون رفتن تو دانشگاه، 1 میلیون دیگه اونو به حساب این گوشتن رفتن خارج. چرا باید ترکیه که خودش اون همه در قید و بند و اون همه در نشیب و فراز سیاسی هست و اون زورگی عثمانی رو داره به خرج میده، چرا باید مرجعی بشه که مردم رو بره اونجا سرمایه گذاری کنن، 250,000 تا خونه بخرن؟ پس میبینید که این که به بنده
یه میلیون پول بده من یه بچه اضافه بیارم، این دردی رو حل نمیکنه. اینا تمام پول داشتن رفتن از اینجا. چرا رفتن؟ آخه چرا نمیگید شما؟ چرا باید اینا قبول بشن تو دانشگاه؟ نران دانشگاه. قبول شدن، جا خالی مونده. پس میبینید با اینکه مثلا بیای کار تشویقی بدین اینم ازش چند روز تعطیل زایمان بیشتر بشه، با این حل نمیشه. الان داستان برای خیلیا از من که گذشته دیگه عمری نموده، من میدونم چیکار بکنم، من دارم کارم انجام میدم. اما یه عده‌ای که جوان هستن دارن رانندگی میکنن، آمدن تو یک فضای مهارود، در فضای معمولی میتونه با سرعت 100 کیلومتر بره، اما وقتی مه همه جا رو گرفته، این نمیدونه یه قدمش پرتگاه یا کوه یا جاده صافه. مسلمان سرعت میشه 5 کیلومتر. یعنی شما آقای دکتر میفرمایید که صورت مسئله ما، صورت مسئله درستی نیست در رابطه با جمعیت و مسئله ژنتیکی نیست. نیست. و باید این صورت مسئله درست نوشته بشه. باید درست نوشته بشه. اصلا سوال درست نیست و جوابش هم معلومه درست نیست. حالا این قسمتش میگه مال اقتصاد و مال فرار مغز هاست که به من مربوطه. فرار ژن هاست نه مغز. بنده اگه از این مملکت الان برم اتفاقی نمیفته اصلا مملکت. ولی اون جوانی که میره اونجا با یه خارجی ازدواج میکنه و بچهش آمریکایی میشه، اون ژن ما رو برده. حالا یکی از تو کوچه نمیره، یکی از توی چندم تو طبقه که هوش لازم نداشتن نمیره. هوشمندترین طبقات ما اصلا اونا دارن سرند میکنن، غربال میکنن، بهترین ها رو میبرن، بهترین ژن های ما دارن. بهترین ژن ما از کسی؟ اینه. من همش از روزنامه های ایرانی میگم ها. من خودم نه تلویزیون دارم نه موبایل دارم، اصلا ندارم. درجه هرچی میگم از روزنامه های ایرانی هم. صبح به صبح میخونم، بعد از ظهر میخونم، بهتون دارم میگم. روزنامه رو هر روز میخونم؟ بله روزنامه رو مرتب میخونم، رادیو رو گوش میکنم، رادیو کوچیکی دارم رو گوش میکنم، رادیو ایران. یعنی چیزی دارم اطلاعاتی که همه میدونم. چرا باید باید کاری بکنم که از این مملکت بره؟ آخه یک یک اینا حرفه. آره این عرض میکردم، آیت الله صافی گلپایگانی فرمودن که آقا با دیگران باید مماشات کنید، با همه باید زندگی کنید. اگر ایده با ایران الان مخالفت میکنن فرق نمیکنه، در همون کشورهایی که من اسم نمیبرم سیاسی نشه، در همون کشوری که ما بیشترین خدمت رو نکردیم الان اونجا محبوبیت نداریم، چه کار داریم میکنیم؟ آخه یکی من آره مخالف گوش کنید. آقای دکتر شما مخالف ازدیاد جمعیت هستیم؟ نه مخالف نیم، راهش این نیست. این کار خیلی قشنگ داشت حدود 45 سال پیش، اول بار که از امام راحل عده‌ای رفتن دونجا، بندم جزء از کام که افتخار داشتم، آمدیم گفتیم که این تالاسمی اولین موردی بود که اجازه سخت شدن، رفتیم خواهش تمام اجازه سخت دادن. درسته. بعد آمد در دست یک نهاد بسیار کارآمدی به نام پزشکی قانونی. خب داشت 45 سال این کار میشه، یعنی غلط بود تا الان. خب این همه تعداد بچه های عقب مانده ذهنی، اونایی که از کار افتاده هستن، ناشنوا، نابینا، همین همه رو جلوش گرفت و باعث شد که هزینه های بیشتری متوجه. بله شما، من میخوام بدونم این کسایی که این فرمایشی کردن آیا آمدن با حدود 500 تا انجمن های والدین کودکان عقب مانده با اونا آمدن این مصاحبه بکنن؟ آیا آمدن با خود پزشکی قانونی گفتگو بکنن؟ آیا آمدن با کسایی که بنده، خب بندم تو کار خودم آیت الله، چطور من تو سازمان جهانی بهداشت میرم حرف میزنم مثلا همه دنیا و شما با من صحبت نمیکنی؟ نمیگه ای باشی خود این حضرات وقتی مشکل دارن میان پلی من، اما وقتی میخوان لایحه بدن، میخوان خودشون نشون بدن، خودشون مطرح بکنن، اون وقتی که نه. این شما میفرمایید که با افراد متخصص در رابطه با این کار صحبت نشد؟ صحبت نکردن. آقا عقل خودشون به کار ننداختن. خب وقتی بچه عقب افتاده به دنیا بیاد، شما نه اجازه، یعنی ترویج نکنید غربالگری رو، اجازه سخت هم انقدر بپیچونی که تا زمانش از دست بره و بره به کارش. خب بچه عقب مونده زیاد میشه، معلومه از کیسه من و شما باید خرج بشه. من ایبار باید بگم. بله درست میفهمم.
واجبه کف. اگر نگم در نسل بعدی من مسئول. آقا تو چرا نگفتی؟ من نفهمیدم تو چرا نگفتی؟ مثل اینکه بنده تو یک اتوبوس نشستم، راننده حالا یا داره حرف میزنه یا چرتش برده، با کسی صحبت میکنه، موبایل صحبت میکنه، داره ماشین همچین تلو تلو میخوره تو جای سرازیری میره و من دارم میبینم که داره میره تایی دره. بقیه هم شب خوابیدن. بخ من چیزی نگم. اینا که بزنن تایی دره بمیرن و اگه بنده بمونم، بنده رو باید بگیرن به جرم شرکت غیر عمد در این قتل محاکمه کنن. میگه تو دیدی، تو چرا نگفتی؟ مگه میشه همچین چیزی؟ حالا عواقبش چه خواهد شد؟ اولا تعداد بسیار زیادی بچه های عقب مانده ذهنی پشت سر هم به دنیا خواهند آمد. برای اون ایده که بخوان تبعیت از این فرمایشات ناقص حضرات بکنه. دوم، اگر کسی تبعیت نکنه، خب خلاف قانون عمل کرده. یه دکتر صاحب نام میخواد بندازن زندان. اگه یه کسی وضعش خراب، من میگم بچه سخت بد بشه، کسی نیست این سخت بکنه، جرأت نمیکنه. اون آقای دکتر میبینه تو سونوگرافی، میتونه تو آزمون، آقا این عقب مانده است، این بچه نیم هم چهار تا دست پا، نه شیش تا دست پا داره، ولی اجازه سخت نداره. البته نمیشه گفت آقای دکتر خیلی نادر هستن، اصلا نادر باشن. ببینید نادر باشن، من حالا موضوع دیگر میگم حضورتون. ببینید وقتی که من در چارچوب قانون این کار رو نتونستم بکنم، میره دست یه ایده که زیر میزی دارن این کار میکنن، یعنی قاچاق سخت زیاد میشه. بعد اون یه آدم تحصیل کرده این کار نمیکنه، کار خوشه به خطر بنزه، میره دست یه دیگه اصلا یا پرستاره یا اصلا اهل این کار نیست، سلمونیه، میره شون که سخت جنی کردن. بخ... جان مادر آسیب، به بعد شکایات زیاد میشه. اگرم به دنیا بیاد، خب تامین اجتماعی باید پولشو بده، بهسیستی باید اینا رو نگه داره، اداره معاونت آموزش پرورش استثنایی وزارت آموزش پرورش که بندم در اونجا جزء کارشناسه اونجا هستم، خب هی تعداد اینا میره بالا. ما گفتیم جمعیت میخواییم، نه اینکه به جمعیت عقب مونده. خیلی عجیبه، چرا یه قانون نمیذارنن که جلوگیری بشه؟ یعنی بساطی پن بشه، این همه مغزها از کشور دارند، مغزهای متفکر نخبگان از ایران میرن، به جاش میخوایم بیاریم اینو جبران بکنیم با بچه های عقب مانده. یعنی حاصلش تفسیر این میشه. مسیر درست چیه آقای؟ مسیر درست اولا این است که همین کار بمونه. این کار باید اونا مسیری باید درست کنن که این افراد خارج نشن. بله اینا مقالاتی خود بعدم نوشتم. الان ما فرض بفرمایید که داریم میریم طرف یه جمعیت پیر، مثل کشوری اروپایی، مثل خود ژاپن، دارن پیر میشن، یعنی مردم زاد ولد نمیکنن. اونجا هم همینطور. من این نیست که بگم آلمان خیلی خوبه، آمریکا خیلی خوبه، ژاپن خیلی خوبه، ایران بده، اینطور نیست. اونا هم اشتباهاتی میکنن، ولی من مسئول اونا که نیستم، که من مسئول خودم هستم، که تو خانواده خودم باید اولا تمهیداتی باشه که این مهاجرت ها، این رفتن ها از ایران نشه، به حد اقل برسه. و دوم این که یه کاری بکنه که بچه های با مشکلات کمتر به دنیا تمامی. بعد میدونین چقدر پزشک چیکار بکنه؟ متخصص ژنتیک دیگه چیکار بکنه؟ حالا من برای خودم نمیگم، بنده که ازم گذشته، زندگیمو کردم، اما شما اینقدر متخصص ژنتیک هم بعد چیکار بکنه؟ آزمایشگاهی که این کار انجام میدن بعد چیکار کنه؟ کار از دست اینو در میاد، میره دست بهسیستی، بعد بچه عقب مانده رو نگه داره با پول و از کن بیت المالی که بنده و شما و خود همون خانم نماینده که رأی به این کار دادن، جمع کردن.